امروز هم چند تا خبر جذاب دارم از دنیای بدنسازی ایران و جهان. توی قسمت اول ویدیو بریم سراغ هادی چوپان، ملقب به گرگ پارسی. ویدیو تمرینی جدید هادی چوپان هم منتشر شد، این بار با تمرینات روز سرشانه. هادی توی این ویدیو تمرین سرشانه خودش رو با پرس سرشانه هالتر آزاد از وزنهای سبک تا 140 کیلوگرم شروع میکنه و بعد سراغ پرس سرشانه دمبل میره. پرس سرشانه دمبل یکی از محبوب ترین حرکات هادی چوپانه که تقریبا همیشه توی روز سرشانه این حرکت رو میزنه. بعد هم سراغ تمرینات بخش جلوی سرشانه میره، یعنی حرکاتی مثل نشر جلو هالتر نشسته و نشر جلو دمبل نشسته در زاویه های مختلف. پارت آخر تمرین خودش رو با دو حرکت اسپید شراکس از پشت و کول هالتر تموم میکنه. در قسمت آخر این ویدیو هادی از پاهای خودش رو نمایی میکنه که از شکل و ظاهر پاهای اون مشخصه که عجیم تر و پرچگالی تر از همیشه است. یکی از ویژگی‌هایی که هادی چوپان داره و اون رو از اکثر بدنسازای دنیا متمایز میکنه نازک بودن پوست اون حتی در دوران آف سیزن هست. توی این ویدیو شما میتونید شفافیت و ضخامت پوست اون رو از نزدیک ببینید. با اینکه هادی سایز زیادی توی پای خودش گرفته، اما هنوز پوست بدن اون کاملا نازک و با کیفیته. توی پارت دوم بریم سراغ بیگرامی مصری. بیگرامی که چند هفته است توی دبی تمرین میکنه، مثل اینکه آپدیت های بدنی اون تمومی نداره. هر روز داره ویدیوهای تمرینی و عکس های جدیدی از خودش منتشر میکنه. این بار بیگرامی تصویری رو از فیگور جمع و حالت ریلکس خودش منتشر کرده که مطمئنم این دوتا تصویر در پاسخ به شایعه ها و اخبار و تحلیل های زیادی است که راجع به سرشانه مشکوک اون منتشر شده. توی این دو تصویر سرشانه اون خیلی نرمال تر به نظر میرسه و خیلی احتمال استفاده از مواد شیمیایی رو رد کردن. این تصویر کلن زاویه بندی و نور متفاوتی نسبت به تصاویر مشکوک قبلی داره و میشه فیبرهای قسمت جلوی سرشانه اون رو دید، اما هنوز من تحلیلایی دیدم که به سر میانی سرشانه اون خیلی مشکوک بودن. حتی توی این تصویر سر میانی سرشانه بیگرامی مثل عکس ها و ویدیوی قبلی گرد و خیلی برآمدگی عجیبی داره. هنوزم میگم نمیشه اصلا قطعی نظر داد و گفت 100% این سرشانه بدون ایراده و اینکه این سرشانه طبیعی نیست، اما چیزی رو که میشه قطعی نظر داد اینه که این اتفاقات باعث شده که قطع انزوم مردم و داورهای مستر اولمپیا توی روز مسابقه روی سرشانه های بیگرامی باشه و کوچکترین حالتی از غیر طبیعی بودن سرشانه ها در روز مستر اولمپیا میتونه به شدت به ضرر بیگرامی تموم بشه. جالب اینجاست که چند تا تحلیل هم دیدم که میگفتن اگه قرار بود که بیگرامی مواد شیمیایی به بدن خودش تزریق کنه، سرشانه های اون آخرین گزینه بود، چون که رامی همیشه سرشانه و بازوهای خیلی خوبی داره. همینطور در ادامه گفتن که اگه واقعا بیگرامی این کارو کرده، بهتر بود این مواد رو توی ساقهای سایت های خودش تزریق میکرد تا بتونه حداقل نسبت سایز پا به ساقها یا نسبت سایز بازوها به سایت های خودش رو متعادل تر کنه، چون که یکی از نقاط ضعف بیگرامی اینه که به خاطر سایز پای بزرگ و برآمده خودش باعث شده که توی فیگورهای روبرو سایز ساقهای اون خیلی کوچکتر دیده بشه و نسبت اندازه اونها به هم بریزه. بریم سراغ کسی که امسال و این مستر اولمپیا کاملا ناپدید شده، یعنی نفر دوم مستر اولمپیا براندون کوری. براندون پستی رو از خودش منتشر کرده و گفته که میدونم همه دارید از من میپرسید که من کجا هستم و چرا ساکت هستم. اون گفته که تمرکز داشتن اسم این کاره و تمرکز من روی کارم هست، نه روی شبکه‌های اجتماعی. وقتی که روی استیج قدم میذارید مهم نیست که چقدر توی اینترنت خوب و تحسین برانگیز بودید، کار اصلی پشت صحنه داره انجام میشه. دقیقاً امسال جای براندون و بیگرامی عوض شده. بیگرامی سالهای پیش خیلی بی سر و صدا و بدون عکس و تصویری از خودش روی استیج مستر اولمپیا می اومد و برعکس براندون برای مستر اولمپیا 2019 که قهرمان شد، قبل از اون وقتی که در باشگاه معروف اکسیژن جیم تمرین میکرد خیلی سر و صدا به پا کرد. حالا دقیقاً بیگرامی هر روز تصویر و ویدیو از خودش منتشر میکنه و براندون کوری توی سایه ها کار خودش رو انجام میده. آپدیت آخرم از ویلیام بوناک هست، نفر ششم مستر اولمپیا و نایب قهرمان المپیای 2019 جلوی هادی چوپان. ویلیام بوناک به نظر یکی از کساییه که امسال اونو خیلی جدی نمیگیرن و خیلی معتقد هستن که دوران طلایی اون تموم شده و دیگه نمیتونه به تاپ تیری مستر اولمپیا برگرده و خیلی راجع به اون صحبت نمیکنن. اما باید بگم که امسال ویلیام بوناک خطرناکتر از همیشه است. اون الان با چد نیکولز یکی از بهترین مربیای تغذیه دنیا کار میکنه و همینطور که دیدین توی استیج آرنولد کلاسیک امسال تقریبا از براندون کوری پیروز شده بود و فقط مشکل ژنیکوماستی سینه هاش باعث شکستش شد و خودش هم این مشکل رو قبول کرد.
توی مسابقه آرنولد کلاسیک و بوستون پرو امسال ویلیام واقعا پکیج کامل از سایز و چگالی به نمایش گذاشت و خیلی کاملتر از مستر المپیای سال گذشته خودش ظاهر شد. حالا ویلیام بوناک مشکل سینه‌های خودش رو حل کرده و پیشرفت خیلی خوبی هم توی پاهای خودش داشته و به نظرم امسال خطرناکتر از همیشه است و دقیقا مثل یک مار زخمی آماده شکست دادن حریفانش هست. توی این ویدیو راجع به تاپ تیری مستر المپیا یعنی بیگرامی، برندون و هادی صحبت کردم. توی کامنت ها سه نفر برتر مستر المپیای امسال رو پیش بینی کن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. حتما کانال یوتیوب و پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید. Now the question is, are you 3D? I got 3D.